دوستان سلام. در این سلسله از بحث‌های دانش انقلاب، هدف رژیم آخوندی از کشورگشایی و جنگ طلبی در منطقه رو داریم موشکافی می‌کنیم. چون می‌خوایم به این پرسش پاسخ بدیم که با این همه مشکل و دردسری که خامنه‌ای در داخل ایران داره، چرا وارد جنگی شده که پشت سر هم داره به خاطرش تلفات میده و به لحاظ بین‌المللی هم بیشتر منزوی میشه. در برنامه‌های قبلی به صورت مسئله فلسطین به عنوان کانون سیاست منطقه خمینی و خامنه‌ای اشاره کردیم. بعدیم در این برنامه می‌خوایم ببینیم که جهت‌گیری‌های سیاسی بین کشورهای عربی و ایران چطور شکل گرفت. در سال 1352 سومین جنگ بزرگ اعراب و اسرائیل صورت گرفت و این بار مصر بود که در زمان انور سادات با حمله به مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز توانست شبه جزیره اشغال شده سینا را آزاد کند. تحولات سیاسی که این جنگ به دنبال داشت سرانجام 5 سال بعد، یعنی در 26 شهریور 1357 به پیمان نامه کمپ دیوید منجر شد که تحول بزرگی بین کشورهای عرب و اسرائیل بود. به طور خلاصه مفاد عملی و محوری پیمان کمپ دیوید عبارت بودند از پس دادن صحرای سینا به مصر، به رسمیت شناخته شدن کشور اسرائیل و تمامیت ارضی آن، برقراری رابطه اقتصادی مصر و اسرائیل، راه یافتن اسرائیل به آبراه سوئز، توافق بر سر تشکیل دولت خودمختار فلسطین و عقب نشینی اسرائیل. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به درخواست سازمان آزادی بخش فلسطین به تصویب رساند که شامل محکومیت ضمنی توافقنامه کمپ دیوید بود، زیرا بدون مشارکت سازمان ملل و سازمان آزادی بخش فلسطین بوده، برخلاف منشور ملل متحد منعقد شده و حقوق انفکاک ناپذیر مردم فلسطین شامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ارضی را در بر نمی گرفت. در واکنش به پیمان کمپ دیوید، اتحادیه عرب عضویت مصر را به حالت تعلیق درآورد و مقر مرکزی اتحادیه عرب از قاهره به تونس منتقل شد. حتما بینندگان ما از ماجرای کلتوکیک در دوران رونالد ریگان خبر دارند که در یک معامله پنهان با آمریکا رژیم از اسرائیل سلاح دریافت می‌کرد تا در جنگ علیه عراق استفاده بکنه. پس اونقدر هم که خمینی ادعا می‌کرد ضد اسرائیلی نبود. اما برای اینکه در بین کشورها و به طور خاص ملت‌های عربی و برای خودش جاپا درست کنه، دست به اقدامات این چنینی زد. انور سادات 3 سال بعد در سال 1360 در جریان یک رژه نظامی توسط خالد الاسلامبولی از گروه جهاد اسلامی مصر ترور شد. رژیم هم بعد از ترور انور سادات خالد اسلامبولی رو تبدیل به یک قهرمان کرد و در تهران خیابون به اسمش مهر کرد. جنبش فلسطین در سال 1349 به دنبال درگیری با ارتش اردن که به سپتامبر سیاه معروف شد، مجبور گردید کلیه دفاتر جنبش و اردوگاه‌های آموزش را به لبنان منتقل کند. تا این تاریخ عمده جریان‌ها و سازمان‌های آزادی بخش فلسطین زیر چتر سازمان آزادی بخش فلسطین PLO مبارزه می کردند. سازمان آزادی بخش فلسطین در اردیبهشت ماه 1343 در بیت المقدس پس از یک توافق بنیادین کشورهای عرب در اجلاس سران اتحادیه عرب و توسط مجلس ملی فلسطین تأسیس شد. این جنبش ارگانی شد برای پشتیبانی و هدایت مستقیم برای فلسطینیانی که خارج فلسطین زندگی می کردند و به صورت غیر مستقیم از فلسطینیانی که در سرزمین های اشغالی به سر می بردند. از مهمترین دستاوردهای سیاسی PLO این بود که اتحادیه عرب 10 سال بعد در 1352 این سازمان را تنها نهاد مشروع برای نمایندگی مردم فلسطین دانست و به عضویت خود پذیرفت. در آبان همین سال مجمع عمومی ملل متحد PLO را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت، به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد پذیرفت و یاسر عرفات را برای ایراد سخنرانی به مجمع عمومی دعوت کرد. برای اینکه بفهمیم چی شد که جنبش فلسطین که در اوج مشروعیت خودش بود
چند تکه شد و همین چند دستگی بزرگترین عامل عقب رفت اون شده، خوبه که چند تا از جریان‌های دیگه فلسطینی رو بررسی کنیم. حماس در سال 1366 در جریان اولین انتفاضه یا قیام فلسطینیان علیه اسرائیل تشکیل شد. این سازمان از بنیاد خیریه‌ای به نام مجمع اسلامی که در سال 1352 در غزه با همکاری و مشارکت اخوان المسلمین که مقرش در مصر بود به وجود آمد. وقتی اسرائیل سرزمین‌های فلسطینی را در سال 1346 اشغال کرد، اعضای اخوان المسلمین نقش فعالی در مقاومت ایفا نکردند و ترجیح دادند بر اصلاحات اجتماعی مذهبی تمرکز کنند. مقامات اسرائیلی در دهه‌های 1350 و 1360 نسبت به مجمع اسلامی بی‌تفاوتی نشان دادند. آنها این نهاد را جنبشی مذهبی می‌دانستند که نسبت به فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین بسیار کمتر در برابر اسرائیل ستیزجو بود. بسیاری نیز معتقد بودند که درگیری داخلی بین سازمان‌های اسلامگرا و سازمان آزادی بخش فلسطین منجر به تضعیف این سازمان می شود. شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی و محمد طه سه مؤسس حماس بودند. حماس به عنوان شاخه فلسطینی اخوان المسلمین بنیانگذاری شد. بنابراین تا مقطع پیروزی انقلاب ضد سلطنتی که هیئت عرفات به ایران آمدند، همان گونه که از سؤال خمینی خطاب به ابو عمار مشخص بود، هیچ جریان مبارز فلسطینی که به اصطلاح جریانی اسلامی باشد وجود نداشت. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تا سال 1361 که حمله اسرائیل به لبنان صورت گرفت، مهمترین تحولی که روی مناسبات کشورهای عربی با هم و در نتیجه روی قضیه فلسطین تأثیر گذاشت، جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 و سپس اصرار خمینی برای ادامه جنگ بعد از عقب نشینی نیروهای عراقی در نیمه 1361 بود که به روی این موضوع به لحاظ اهمیتش در برنامه‌های دانش انقلاب متمرکز خواهیم شد. در مورد شکلگیری حماس، یک نظری هم میگه که جناح‌های افراطی در اسرائیل یا از تقویت این جریان حمایت یا در کمترین صورت نسبت به رشد اون چشم‌پوشی کردند، چون تمایل داشتن که قطبی در برابر سازمان آزادی بخش فلسطین شکل بگیره و جبهه فلسطینی رو تضعیف بکنه. رژیم آخوندی هم که هرگز دنبال آزادی یا استقلال فلسطین نبود و دوست داشت که همواره در این منطقه حساس جنگ و خونریزی ادامه داشته باشه تا بتونه برنامه‌های توسعه طلبانه خودش رو ادامه بده، دقیقاً به جریان‌هایی مثل حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های کوچکتر کمک مالی، تسلیحاتی و حتی خدهی کرد. برای شناخت عمیق‌تر اینکه چرا موضوع فلسطین و قدس، یعنی بیت المقدس، نقش محوری در راهبرد جنگ افروزی و توسعه بنیادگرایی از سوی حکومت ولایت فقیه داشته و نامگذاری نیروی قدس و سایر نامگذاری‌های رژیم در این رابطه، با ما در برنامه آینده دانش انقلاب همراه باشید.